با سلام بینندگان عزیز از من میریم قسمت اول به امشا خوش اومدین. میریم به سراغ سرخط خبرها. خبر اول، کانال های آب تهران قابل اعتماد نیست. کانال های قابل اطمینان و قابل اعتماد فقط کانال 4, 5, 3, 2, 1 شبکه تلویزیونی ایرانه. این کانال ها قابل اعتماد نیست. پس دیواره های آب ممکنه بارون بیاد، هر لحظه تهران بره زیر دریا، سر از اقیانوس هند در بیاره. هی میگم خدایا برکت بفرست، برکت بفرست، یه ذره که بارون میاد سیستم میریزه به هم. خبر دوم، بله تصاویری که مشاهده میکنید نگاه کنید کاملا معلومه. این اینجا فکر نکنید دریاچه بحرالمیته، این تو تهرانه، مترو ساختیم. بانک مرکزی ایران: هیچ پولی از حساب‌های مردم برداشت نشده است. چون اصلا پولی تو حساب مردم نبوده که برداشت بشه، کسی نه پولی ریخته نه پولی برداشت شده. مردم همون جوری مثل قبل بی پول بودن. بانک مرکزی میگه هنوزم بی پولن. قربونتون برم. وزیر امور خارجه علی اکبر صالحی: قدردانی تهران از عربستان برای تعلیق در اعدام ایرانیان. خیلی ایشون تشکر کردن از عربستان، گفتن آقا جان شما خیلی ممنونیم که دیگه اینا رو اعدام نمی‌کنید، بفرستید ما خودمون اعدام می‌کنیم. گفتید وقتی ما خودمون میتونیم اعدام کنیم چرا نامحرم این کارو بکنه؟ بذارید خودمون اعدام کنیم، خودمون داریم می‌کشیم. و تشکر کرده که اجازه داده که این اعدام‌ها بیاد تو ایران و مسئولین خوده از مسئولین زندان‌ها و اینا بیکارن سرگرم شدن دیگه. اعلان جنگ انصار حزب الله: نبرد با تهاجم فرهنگی در جبهه سینما، اکنون دشمن خودی است. یعنی گفته تهاجم فرهنگی رو مراقب باشیم. مشکل ما تاموجریه، مشکل ما گوریل انگوریله. گوریل انگوریل موجب میشه که تو متروی ایران پر آبه. این بیگلی بیگلی بوده که پولا رو دزدیده، 3,000 میلیارد دلار برده خارج، زورو اومده خط انداخته رو زندانیا. به جایی که رو گروبان گارسیا بندازه خط خط میزنه اینا. خبر بعدی، برادران انصار حزب الله به صورت خودجوش رفتن مقابل ارشاد و گفتن که کربلا کربلا ما داریم میاییم. مشکل داشتن، گفتن آقا این فیلمای گشت ارشاد و خصوصی درسته؟ این دوتا فیلم حد که حرمت کرده و اینا به صورت خودجوش 48 نفر خودشون رو تونستن برسونن دم در وزارت ارشاد و گفتن آقا این فیلم ها رو بکش پایین. سکاندار رویدادها فعلا هاشمی است. احمدی نژاد تا 1.5 سال چرخ پنجم نظام خواهد بود. یعنی راننده آقای هاشمی رفسنجانیه، احمدی نژاد زاپاس، جنتی گریبوکس، احمد خاتمی لوله اگزوزه که صدا داره کندن از خودش. و عرضم حضور شما که جنتی اون عروسکه جلوی ماشین اینجوری میره وقتی تکون میخوره اینجوری میشه، اونه. و خیلی خوب بود، خیلی ممنونیم. به نظر من باید این ماشین رو یه فیلرگیری درست کرد، چون وگرنه به جون خودم مشکل پیدا میکنم. تابناک، وقتی همه چی سیاسی است، آب گرفتگی مترو هم سیاسی بود، هم هست و هم خواهد بود. چاه گرفتگی خانه ها هم سیاسی خواهد بود. دیگه از فردا لوله کشا میزنن. لوله های سیاسیتان را بدهید ما باز کنیم. تخلیه چاه سیاسی. جونه تو دیگه، جونه خبر واقعا سیاسیه دیگه. 4 قطار خالی مترو تهران غرق شد. یعنی اونایی که توی مترو
وایساده بودن که مترو بیاد سوارشن، مترو نیومد، به جاش تایتانیک اومد. دختره جلو بود گفت بیا این سوارشین، حالا میفهمی چجوری غرق میشیم. خیلی باحال. یه برنامه نگاه کنید بعد هست. بینندگان عزیز، از من تصویر بعدی که مشاهده می‌فرمایید اینه. جان حسینی، ببینید من میدونم شما من یک آدم دانشمند علمی میدونید و میدونید که من غیر از منطقه و مناطق ریاضی به مناطق دیگه ای سر نمیزنم. من تصویری از شخصی میخوام برای شما نشان بدم که این تصویر علم ریاضی رو به گن میکشه. آقا تصویر آقای ریشهری رو پخش کنید. اگر غیر علمی من حرف زدم بزنین تو دهنم، معادلات لاگرانج رو بکنین تو حلقم، ویلیام شکسپیر رو بکنین تو گوشم اگر من اشتباه بگم. تصویر رو با هم مشاهده کنیم. آقا مهر، جای مهر رو ببینید کجاست؟ اینجاست. آقا این سوژه، آقا خارج تصویر ما رو بده. آقا تصویر رو ایس، آقا این سجده جون حسین، من اینجا اینجا این سجده است. مگر ایشون اینجوری نماز خونده باشه؟ جان نیا کنی. آقای ریشهری گبنید بیرم، جای مهر اینجا ما ندیدیم. جای دوست کجاست؟ بالای چشم. جای اینجا چجوری مهره من نمیدونم. اینو شما علمی اثبات کنیم به ما زنگ بزنیم. ببخشید ترسیدیم واقعا. هیجانتون بره فشار بره بالا. فشار بره بالا. میریم به سراغ تفسیر بر روی تصویر. بینندگان عزیز، از من ورژن جدید سوپرمن اومد، ورژن 3 سوپرمن. نگاه کنید، آخوند پرنده گربونش برم میپره. این از اون آخوندات که متأهل و مجرد نمیفهمی، فقط میپره. ماشاءالله. این شعر فقط روی این تصویر میشینه. دستم بگرفت و پا به پا برد، تا شیوه راه رفتن آموخت. یک حرف و دو حرف بر زبانم، الفاظ نهاد و گفتن آموخت. ای مادر من، نمیدونم چی چیه اوز، پس هستی من ز دست هستی اوزد. چی میگه؟ ای نه، اون بیت اول اصلا نمیشه گفت. پستان به دهن گرفتن آموخت، چون الان آیا امنجا میگه اون ممر لولو برد. اون اصلا این مصرع اول شعر رو ما اصلا دیگه نمیتونیم استفاده کنیم در ادبیات فارسی. باور کنید این حس بازیگری رو عظیم میشه فهمید. یعنی هنرمندان جهان، یول براینر کیه؟ هر هنرمندی جهان بتونه حس بازی نکن، اصلا نمیشه. این حس اصلا نیست. خلقت خدا رو ببین چی آفریده. فقط اینه به شما بگم، این که تو زندان ایران میگن به ما تجاوز کردن، اینا همه دروغه. شما تو زندان عکس این آدم بهش نشون بدی، یارو اعتراف میکنه. طرز یعنی اینقدر این قیافه رو نشون بدی، عکس وحشتناکه، یه رو همین بیبینه میگه آقا اشتباه کردم، اعتراف، من این گناه رو کردم. آقا این تصویر سیاسی امشب که تقدیم شما میکنیم، اگه به تصویر نگاه کنید، اون آقای قوه قضاییه سمت راست اصلا صورتش اونجوریه کاملا معلومه، چون بی‌طرفه. ایشون قاضیه دیگه، طرفدار هیچ کی نیست، نه میخنده نه گریه میکنه نه ناراحته نه خوشحال. معلوم
آقای احمدی نژاد هم که اصلا فکر نمیکرد رئیس جمهور بشه دیگه، شد دیگه، خدا خواست و شد و تو ذهنش داره میگه خب این به خاطر اون نظرایی بود که مامانم کرد و شد. خلاص رهبرم که خب داره بهش هدیه رو میده و تکلیف معلومه که مشخصه دیگه. آقای خاتمی من نمیدونم به چی داره میخنده. آقای خاتمی رو من نمیدونم به چی میخنده. یعنی داره میخنده خوشحاله از اینکه اون رئیس جمهور شده، میخنده داره مسخرهش میکنه، نمیدونیم هرس داره میخوره میخنده ذاتش. بعد اینجا بعد آقای خاتمی توضیح در این عکس بده که واقعا به چه نیتی اونجا بود. اما از همه بهتر نگاه آقای هاشمیه نیشخند اینجوریه، یعنی حالا فوش نمیدونم چی هرچی هست، ولی ببین همه دارن میخندن اینجا به جز قوه قضاییه. این است قوه قضاییه مستقل. بینندگان عزیز از من تصویر بعدی رو که مشاهده میکنید فقر جامعه ایرانه و من بسیار از این موضوع ناراحتم. اگه اجازه بدید که یک بار برای همیشه فقر ملت ایران رو به شما نشون بدم. آقا این چیه بخش میکنه؟ آقا چه چرتبه بخش میکنه عزیزم؟ این کجا فقره؟ ردش کن، اینو رد کن، سری رد کن، صحنه داره آقا، رد کن. بینندگان عزیز تصویر بعدی که میخوام واسه شما نشون بدم گن زده تو لبخندش کن. خدا رو شاهد میگرم، یعنی لبخند جکند اگر 2 میلیون دلار میخرن این 100 میلیون دلار بخرن باید تازه قسطی تا 100 سال به ما گندم بدن. تصویر مشاهده کنید، گوری بله اون لبخند جکندت برم، مامان بمیره برات، گوری بله دست پای بلورید برم. گند زده توی نظریه داروین. آقا من حسینی ام، مجری تلویزیون ایران. شما خوبید ان شاء الله؟ قربون شما برم. Sorry, the number you dialed doesn't exist. آیا زندگی کردن با سختی، با گرفتاری، با ترس و وحشت، با عزیزتر از مردنه؟ آقا نهایت میگیرن میکشنمون دیگه. الو شما آقایه؟ من حسینی هستم، مجری تلویزیون مسابقات سیمرغ و مهتاب و برنامه شبتون بخیر اینا. دیده بودین برنامه منو؟ چاکرتم حسینی، نوکرتم، فداتشم، قربونت برم. بریم شانسی زنگ بزنیم ببینیم که کدام بیننده گوشی رو برخواهد داشت. We are not available now. Please leave your name and phone number after the beep. We will return your call. با سلام، من حسینی بودم که زنگ زده بودم ولی تشریف نداشتید منزل. خداحافظ. سلام علیکم. من حسینی هستم، مجری مسابقات سیمرغ و مسابقات تلویزیونی ایران. حال شما خوبه؟ ممنون، مرسی. خوب هستین؟ مرسی عزیزم، شما خوبید ان شاء الله. آقای حسینی عزیز، من میتونم گوشی بدم کارشناس ما که علاقه داره با شما صحبت کنه؟ مالک اونجا مگه اداره است؟ شرکت هست. خب اسم شرکتتون رو پس نیارید، بهش بگو اسم شرکت رو نیاره. فقط اسم شرکت رو نیارید. سلام. الو سلام. سلام آقای حسینی، قربونت برم، شما خوبی ان شاء الله؟ حال شما خوبه، مرسی، قربان شما. فدات جان. ما ببین، من دارم اسم کوچیکت چیه؟ من سعید هستم. سعید، من دارم شانسی زنگ میزنم، اول فقط تلفنتون رو من دارم و اسم شرکتت هم نیار، باشه؟ چشم. من زنگ میزنم فقط میخوام ببینم که تو این چند سال گرونی شده یا نه، همین.
گرون و اوضاع مالی بهتر شده، مردم وضعشون بهتر شده به نظر سعید؟ آره همه وضعشون اینجا توپه، همه وضعشون خیلی خوب، اینجا جات خالی، ولی اگه نمیرفتی خیلی به ما خوش میگذشت. ما دوستت داریم قربونت برم، به خدا من هم دوست داشتم، ولی به حال دیگه دست روزگار اینجوری شد دیگه، ولی دیگه هیچ کی نمیتونه جاتو بگیره اینجا. قربونتو برم، قربونتو برم، بدون که من دوستتون دارم، حتما اگه برنامه های من رو دیدی میدونی که ته دل من مردم رو دوست داشتم از اول، الان هم دوستشون دارم و همینقدر که لطف داری ازت قربونتو برم. ازدواج کردی؟ نه مجردم، جرات ندارم ازدواج کنم. اصلا دیگه نمیتونی عمرن ازدواج کنی. پول مال منال هستش ولی جرأتش نیست. آ چرا؟ جرأت ندارم، اون موقع زنم با دمپایی میفته دنبالم، نمیذاره بیام سر کار. الان که دیگه الان همه خدا رو شکر مثل که محجبن دیگه، به طرح حجاب اجباری هم دوباره شروع شد. نه اتفاقا اروپا کدوم کشوری؟ من الان لس آنجلس آمریکا هم. لس آنجلسی؟ عمرم به پای اینجا نرسه. جدی میگی؟ آره. قربونت برم، ایشالله که موفق باشی. من برسون به همه اطرافیانت. مرسی سعید جان، به همه سلام برسون، خوش بگذره. چه پسر دخترای خوبی داریم. بینندگان عزیز، اتفاقی کمکان در حال زنگ زدنیم، چه پوریم، ولی خب یه خوردم رعایت میکنن دیگه، بیچاره چی بگه، راست میگه. حالا یه خورده برنامه تازه اولین قسمتش پخش شده، همینطور پخش بشه دوشش عادت میکنن، میدونن که مطمئن میشن که حرفتونه بزنین، نترسین. دوستتون دارم. این شیرجه دیپلمات ما قوقا کرد، لنگی بگرفت، حکومت رو رسوا کرد، گفتند که اختلاف فرهنگی ماست، کاری که تو کردی سیبک حوا کرد. او لنگ گرفت و ما خریدیم ذرت. او دیپلمات ایرانی در برزیل، او لنگ که لنگ دختره رو گرفت، او لنگ گرفت و ما خریدیم ذرت. این است نشان اقتدار و قدرت. او کرد گناهکی ز بلخ برزیل، پول رفت ز جیب بنده و این ملت. ضبط نگه، من دهنم اینقدر باز، چرا ضبط میکنی؟ بینندگان عزیز، اصلا میریم ببینیم که در فیسبوک چه خبر. میگه بلال آورده بودیم بخوریم، داداشم میگه میخوای بلال بخوری؟ بعد میگه من گفتم که پنپه افطاره، آوردم بلال عزام میگه. خب اومدم بخورم دیگه. وقتی الکساندر گراهام بل تلفن رو اختراع کرد، با تعجب دید که 3 میسکال از جنتی داره. جنتی قبل اینا بوده، ماشاءالله جنتی. یه نفرم مسیج داد به من که حسینی شما از کشور فرار کردی؟ گفتم پنپه، من و میرحسین موسوی و کروبی تو حصر خانگی داریم با هم تخت نرد بازی میکنیم و ورق. من فرار کردم دیگه، گربونت برم دیگه، خیلی وقتی. 3 چیز غیر ممکنه در دنیا: 1 شما نمیتوانید تعداد موهای سرتون رو بشمارید، 2 شما نمیتوانید چشمان خود را، این تخم چشمتون رو با صابون بشورید، 3 شما نمیتوانید در حالی که زبانتون از دهانتون خارجه نفس بکشید. شوخی کردم بابا، بدین زبونتون میشه. اون شوخ سومی شوخی بود، حالا همه زبوناشونو 70 میلیون اردن میره میشه یا نه میشه بابا، شوخی بود، شوخی کوچیک. بیا تو ببینم، صاحب پیسا خوب دقت کن، میزنم پای چشتا، سوال میپرسم جواب بده. چشم. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وقتی وارد بهشت زهرا شدن چی فرمودن؟ آب را مجانی میکنیم، گاز را مجانی میکنیم. ابله، کی ایشون همچین حرفی را فرمودن؟
خودشون چرا شما جو میگیره، شما شایعات روتون اثر میذاره. ایشون کی گفت آب و برق مجانی میشود؟ خودشون گفتن آقا. ایشون گفت آب و آب و برق مجانیه به شرطی که پولشو بدی. پولشو بدی مجانیه. همین زرتی مجانیه؟ بله بله درست. تو چرا باور کردی؟ کی ایشون هم حرفی زد؟ فکر کردم درسته. خب من دقت کن، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وارد بهشت زهرا شدن چی فرمودن؟ فرمودن ما به کمک این ملت تو دهن دولت میزنیم. کی ایشون فرمودن همچین چیزی؟ به خدا خودشون. کی ایشون این جمله را فرمودن که ما با کمک این ملت تو دهن دولت میزنیم؟ خودشون فرمودن. کی ایشون اینو گفت؟ ایشون فرمودن ما با کمک دولت به دهن ملت میزنیم. فهمیدی؟ نه. شما حرف دشمنان ما را چرا بهش توجه میکنی ابله؟ گول خوردم آقا. گول نخور. گول خوردم ببخشید. چشم برو بیرون. چشم خودم میرم آقا. چی میزنی شما؟ همین جملات تاریخی ما را داره تحریف میکنه این ابله. برو بیرون. خیلی خوب بود بچه. برای چی میزنی؟ تموم شد زب مهدی عزیزم. تموم شد مهدی. تموم شد زب. تموم شد. عادت یه تلق میزنه. اوه چقدر درد میاد. خم شدن درختان در هوای طوفانی نشانگر افتادگی و فروتنی آنها نیست، بلکه این طوفان است که سر یک دیکتاتور مغرور درخت را اینچنین خم می کند. تا برنامه بعدی ساعت 12 شب ام شو. عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلارو، زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق حبیب و بیمار بشیم، به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم، سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در